به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام ایران جان، سلام، عرض ادب و احترام خانم ها، آقایان، به چلتیگه خوش آمدید. قدیم مدیما بود، چند روزی بود خونه آقا جون متوجه یه چیزایی شدم. یعنی آقا جون کار عجیبی میکرد. رفتم سراغ عمه خان، گفتم عمه چند روزه تو نخ آقا جون هم کیشیک میده، کسی نباشه، میره تو سوراخ سنبه های خونه، یه حرکات عجیبی از پشت در میاره. عمه گفت باز دری بری گفتی محمد الله. نه به جان خودم عمه، میره جلو دیوار اینجوری با خودش حرف میزنه و ادهایی در میاره و این کارا رو میکنه. عمه گفت خدا به دور، مطمئن دیم محمد الله چرده بر نگیه با بزر. یه مرتبه دیگه دیدی منو صدا بزن. گفتم چشم. یه روز میخواستم برم زیر زمین، آجو گفت کجا؟ گفتم زیر زمین. گفت زیر زمین چه خبره؟ گفتم مگه شما میری خبر یا میخوام برم بازی کنم؟ گفت بلبل درازی نکن برای من، برگرد نبینم بری پایین، اینم اتاق برو اونجا بازی کن، زیر زمین یه سر دو گوش داره. خندیدم، گفت حالا خنده کن، برو تا گریه ای تو رو من ببینم. روز بعد تا دیدم آقا جون نیست، خواستم برم زیر زمین، دیدم یه صدایی از پایین میاد. آهسته رفتم از نورگیر زیر زمین نگاه کردم، دیدم او یه سایه رو دیوار افتاده. جا به جا شدم، دیدم آقا جون حرکات عجیبی میکرد. بودو رفتم سراغ عمه خان، گفتم عمه گفت در بگیری پسر، بند دل من پاره کردی. گفتم آقا جون تو زیر زمینه دوباره اونجوری شده. گفتم تو زیر زمین رفته. گفتم آره، یه حرکت های عجیبی از خودش در میاره، عمه تو نمیدونی، یه دونه مثلا انگار داره با یکی دعوا میکنه. گفت واه خدا بدور، مطمئنی من مرزا؟ گفتم باور کنید، خودم دیدم، همینطور انگار داره ننچیکو میزد. گفت ننه چیکو؟ زیر زمین ما از ننه چیکو کی هسته؟ گفتم همه ننچیکو مال ورزش های رزمی از اونجا استفاده میکنه. حالا فعلا بیا بریم اینقدر سینجی میکنه. گفت بریم ببینم چی میگی تو، بریم بریم. پلیس با همه رفتیم حیاتو از نورگیر زیر زمین نگاه کردیم، دیدیم که آقا جون داره عصارو تو هوا میچرخونه و پاهاشو به سختی بالا میاره، حرکات عجیب غریب میکنه. عمه یه نگاه کن، بسم الله بسم الله، انقدر من اینه رو گفتم نره زیر زمین داداش، انقدر رفت و خوفش اینه رو گرفت. دیدی داداشم مجنون شد، دیدی داداشم از دست رفت، داداشم دیوانه شد. یه دفعه من گفتم آقا جون، گفت ای درد چی بازو صدا کردنه، زهری من ترکید، بی ادب. گفتم من صدا کردم چون عمه خان کارتون داره. عمه گفت باز تو دری باری گفتی من چه کار دارم، بیزاشتی ببینم من این چی کار داره میکنه. خلاصه یه چند روزی همینطوری آقا جون زیر نظر داشتیم، جلو آینه قدی نمیدونم این ور اون ور پشت ما، همه جا کارش همینه. یه روز عمه اومد گفت بمرزا عمه، امروز آقا جونت از خانه ببر بیرون. گفتم چطوری مگه آقا جون؟ به حرف منه عمه جون. گفت خودم بهش میگم، میگم روزه دارم میخوام دعا کنیم و اینها، داداشم داره از دست میره، تو اینه ببر بیرون. گفتم عمه آقا جون دیوونه شده. گفت دهنتو رو گاز بگیر، دور از جام بگو بی تربیت، فکر کنم داداش ما مجنون شده. خلاصه آقا جون از خونه بردم بیرون. گفتم آقا جون بریم پارک. آقا جون گفت برو چهارپایه من بیار همینجا میندیشم. گفتم آقا جون طول میکشه و سلامو سر میره، بریم پارک و اینو. با اساسات حرف نباشه، چهارپایه حریفش نشدم. خلاصه چهارپایه بردیم همونجوری شد. بعد نیم ساعت صدای عمه خانم از داخل گفت خانم ها امروز این مجلس ره برای سلامتی عقل داداش من برگزار کرد، دعا بکنید که خدا شفاش بده. بعدم شروع کردن دعا کردن، من میگه آب دهن قرد دادم اینجوری علکی به درختان رو کرد. آقا جون گفت محمد رضا، محمد رضا. من اینجوری گفتم بله بله. گفت حرفای شکمت، یعنی حرف آب جیمان تو نشنیدی؟ گفتم بله آقا جون چی رو میگی؟ بفخشین. گفت دقیق بازیدن نگر ببینم، آبجی داشت منه رو میگفت؟ گفتم مگه اینکه غیر از شما داداش دیگه ای هم داشته باشه؟ دلغک، حالا به وقتی که من به تو میگم، مگه من چمه درد مرض دارم؟ گفتم والا اینطور که شما پیش میری آقا جون و ما میبینیم نداشته باشین، هم یه با خدایی نکرده گرفتارش میشین. خلاصه چند روز بعد کاشف به عمل اومد که آقا جون اصرار داشته برای تعزیه
تو محل نقش شم رو بازی کنه داشته تمرین میکرده. بیچاره. من اونجوری فکر کردم، عمم که فکر کرده بود عقلش از دست داده. بعدن با عصا حالمو جا آورد. یک پاچکو بلن پرو قلون شش هزار سوار نظام خنجرگزار نیزه انداز ور میداری تنگه رو بروی پسر زال میبندی. اطاعت امپراتور آمد با شش هزار نظامی، 2000 اول تنگه، 2000 وسط تنگه، 2000 انتهای تنگه، در انتهای تنگه هم خودش سراپرده زد، آمد نشست منتظر رستم. از اون طرف رستم آمد با رخش اول تنگه، رخش وایساد، هر چی رکاب زد این حیوان حرکت نکرد. فهمید که باید یه چیزی باشه، از رخش اومد پایین، آرام آرام سرش رو گذاشت این کناره کوه. خوب گوش کرد، دید صدای ترق و ترق خوردن سوم اسب ها به کوه داره میاد. فهمید یک عده این پشت کمین کردن. آمد به گردگاه رخش، سپر کشید بالای سر، لخت گرشاسبی توی دست، از تنگ سرازیر شد. یک مرتبه دید 2000 نفر در مقابلش صف شدن. اولی رو انداخت تو قاب دهن، دومی توی سینه، سومی فرق سر زد، بس کشت، ریخ از کشت پشته. شیرازه این 2000 سپاه رو به هم درید. خدا رو شکر، خدا رو شکر که ما شما رو داریم و به خصوص اون عزیزانی که اهل خاطره و رفتن به گذشته ها و تمام در واقع منظور نظری که ما در چلتیکه داریم با ما پایه هستند. اما به هر حال از هر کسی که نظارگر ماست تشکر میکنیم. مهمان امشب یک مرد نازنین، یک هنرمند دوست داشتنی، یک استاد بازیگری توانا، خوش سیما، خوش صدا، آموزگاری بلدکار و با سابقه. من خودم ارادت دارم، بسیار دوستشون دارم، خیلی چشم انتظار بودم ایشون تشریف بیارن که افتخار دادن. با احترام و عشق دعوت میکنم از جناب آقای اصغر همت. ای قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته. تو این برنامه ما سعی میکنیم بازی های سرزمین خودمون رو به شما معرفی کنیم. دیدی که خلیفه با خطبه ای از عرش اعلی به زمین سفلا نزول میکنند. به 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 آقا ما خیلی خوشبخت. قربونتون عزیز دل. بفرمایید. خواهش میکنم. تمنا میکنم. امکان نداره. آها اول شما. آقا سلام به روی ماهتون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه دست اندر کاران این برنامه و بینندگان عزیز. به قول شما نظارگران گفتی؟ بله. آره نظارگران. به نام آن که جان را فکرت آموخت. برای همه شما روزگاران خوش آرزو میکنم. امیدوارم که از من حوصلتون تو این برنامه سر نره. امکان نداره. اینقدر که شما دوست داشتنی و شیرینید. آخیش بالاخره تشریف آوردید. آقا خوبین؟ عزیزانتون خوبن؟ سلام علیکم. الحمدلله. خوب هستن و آدم چاره ای نداره جز اینکه خوب باشه. آره، بعد علی‌رغم همه شرایطی که وجود داره ولی خب سعی بر خوب بودن هست و انشاءالله خوب هم هست. درود بر شما. آقا چلتیکه آمدید، خاطره ها، گذشته ها، اشک ها و لبخند ها. بریم به گذشته هنرمند خوب کشورمون جناب آقای اصغر همت.
کجا به دنیا آمدین؟ شیراز. به به، چه محله ای از شیراز؟ ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. جانم جانم. چه خوب شد که با حافظ بزرگ شروع کردیم. عالی. چی از این بهتر؟ به فال نیک میگیریم. بله. کدام محله شیراز؟ شناسنامه من مال اول دهه 30 هست دیگه. اون موقع به نام اسحاق بیگه، یعنی توی شناسنامه هم اسحاق بیگ نوشته شده. اما چیزی که برای مردم شیراز آشناست گود عربانه، یا به قول خودمون شیرازی ها گود عربون. ای جونم. آره اونجا چه جور محله‌ایه؟ جزء محله‌های اصیل قدیمی؟ خب بله بله، جزء شاید بشه گفت که جزء اصلی ترین محله های شیراز هست، که خب یه سری آثار باستانی که اونجا هست معرف یه جورایی میشه گفت همه جهانیانه. شاید بهترینش مسجد نصیرالملکه که به خونه ما خیلی خیلی نزدیکه. بعد اون مجموعه قوام، نارنجستان. عبا. آره و زینت الملوک و این چیزا اون دوروبر هست و یک بافت قدیمیه دیگه. و نزدیک دو تا یا سه تا بقعه در واقع مشهور، حضرت شاه چراغ، سید میر محمد و سید علاءالدین حسین، سه تا برادران. عجب محله‌ای بودید. آره. شما شیرازیای نازنین، مردم مهمان نواز و مهربان دوست داشتنی، خیلی ارادت داریم. ممنونیم که شما هم چلتیکه رو نظاره میکنی و ما در خدمت جناب آقای همت نازنین هستیم. بله میفرمایید. بله همین عرض کردم دیگه، یکی از محله های قدیمی شیرازه که من اونجا به دنیا اومدم، تو خونهی به دنیا اومدم که پدرم هم به دنیا اومده. آره ولی خب دیگه اوایل دهه 60 اون خونه رو واگذار کردیم و اومدیم یه خورده بالاتر، جایی معروف از درب شیخ. ما شیرازی ها میگیم در شیخ. شیخ روزبهان از اعاظم روزگار خودش بوده و اونجا هست، به خاطر همین در واقع درب شیخ میگن، درب شیخ روزبهان، که بسیار بسیار نزدیک مجموعه همونطوری که گفتم قوام هست، مسجد قوام، نارنجستان قوام و حالا این مجموعه زینت الملوک که خدمتتون عرض کردم. خواهش فرمودید. با
پس کودکی و نوجوانی هم اونجا بودی؟ بله 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 بله. تا چند سالگی اونجا بودی؟ من تا 19 سالگی رو پر کردم. او بخش دیگه. قابل توجهی. بله دیگه. بله بله. کودکی، نوجوانی و جوانی، یه مقداری از جوانی. بله، آغاز جوانی. یه مقداری از جوانی رو شیراز بودم. بعد سال 50، یعنی 49-50 که دیپلم گرفتم. این حالا مشخص میشه که متولد سال 1331 هم. ماشالله، ماشالله، هزار ماشالله. بعد دیگه خدمت سربازی و بعدم سال 53 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شدم. دیگه تهرانگیر شدم. خب، حالا براتون میگردونم دوباره به کودکی. آره، ولی همچنان یک شیرازی سفت و سختم. خیلی هم عالی. چون تمام عزیزانم، تمام طایفم هنوز هم که هنوزه در شیراز هستن. خوش به حالتون. آره. خیلی هم عالیه. ولی خب برای اولین بار 6 ماهی نتونستم برم. خب به هر حال هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود. این وضعیت بیماری کووید 19 ماجرا رو برای تمام دنیا ایجاد کرده دیگه. باز دمتون گرم که اهل مراعاتی. سختی داره این. آره، واقعا باید مراعات کرد. باید مراعات کرد. ولی درود بر شما. درود بر شما. از این مراعات نکردن متاسفانه تا همین الانم لطمه خوردیم. بله. امیدوارم دیگه بیشتر از این نشه. آقای همت، چه جور کودکی بودی؟ من فرزند اول خانواده‌ام. از چند فرزند؟ بعدن شدیم 7 تا، ولی الان 6 تاییم. آخه؟ آره. برادر از دست دادی یا خواهر؟ برادر، متاسفانه برادر کوچیکتر رو دیگه، یعنی آخه. از 3 تا برادر اون که کوچیکتر بود رو سال 86. روحشون شاد. آره آره، روحشون شاد. از دست دادم و الان 4 تا خواهر بسیار خوب گرل دارم و یه برادر. اه، مثل من. آره آره. من 4 تا خواهر دارم، 4 تا فرشته. 4 تا فرشته واقعا. آره. آره. برادر عزیز. خب بازیگوش بودین، کنجکاو بودین، پر انرژی بودین، آروم بودین. بسیار بسیار واقعا بچه آرومی بودین. پسر آرومی بودم. آره. حالا اتفاقی نمیدونم چطوری، شاید به خاطر وجود یک مادر بسیار بسیار مهربان و مبادی آداب، یک جوری که حتی بزرگترهای خانوادم بهش تأسی میکردن. به به. آره، و یک جوری همدم بودن ما. میدونید که توی فرهنگ ما فرزند اول خب شرایط دیگری داره. بله، مسئولیت بیشتر. آره. داره. حالا بعدش مسئولیت مال بعده هاست، ولی اون موقع هم بیشتر میرسن. حالا گرچه اون موقع ها فاصله چندان نبود بین بچه ها، تا می اومدن این به قول ما شیرازی ها گبورک بشه نوبت بعدی بود. آره، و همینجوری سلسله وار پیش میرفت. ولی خب این ارتباطی که بین من و مادر، حالا نمیتونم بگم مرحومم، مادرم بود، خیلی ارتباط تنگاتنگی بود و صمیمیت داشتیم. آره، و این حرفایی که میزد از همون موقع برای من خب نسب العین قرار میگرفت. مسائل حالا یا سختی ها رو، یا اینکه آدم حتما یه چیزی رو بخواد بعداً به دست میاره، ممکنه الان اینجوری نباشه، یا اگر اون اینجوری هست به خاطر این شرایط خودشونه، ما شرایط دیگری داریم. با شما درد دلم میکردن؟ خب دقیقاً. بله. خیلی رازش، خیلی خیلی ارتباط بسیار بسیار نزدیک بود. روح همه رفتگانتون شاد، بالاخص مادر و برادرتون شاد در عالی ترین مرتبه الهی باشن، در آرامش مطلق. پس بچه آرامی بودید، اهل شیطنت و شلوغ کاری نبودید. اینجور بچه ها معمولاً تخیل خوبی دارن، یعنی رویا پردازهای قوی و اساساً متخیلن. شما هم اینجوری بودین؟ خب بله، همونطوری که میگین بیشتر این، ولی من از 10 سالگی هم
یک جورایی آلوده ورزش شدم و یک بخش مهم زندگی من شد ورزش و ویژه فوتبال. همچنان هم بعد من ترجیحانم قربان شما حسرت دارم دوست دارم بیام با شما فوتبال بازی کنم. ولی خب تخیل که حالا شرایطی هست، گفتم که چه جوری بود که حالا پدر من علاقمند به دیدن تئاتر بود، تئاترایی که می آوردن شیراز، چه خوب، و یک بچه مشخصه تئاترها اون قسمتی بود که توی آوانسن اجرا می شد و بابای من چندین بار می رفت، اکثر اینا رو حفظ بود و خب اون موقع اینها رو برای من می خوند، هنوزم اونا رو برای نوه ها و نتیجه هاش میخونه. چیا میدیدین؟ آره، پیش پرده هایی که عنوان میشد دیگه، پیش پرده هایی که خونده میشد. اجرای روحوزی اینا دیده بودین؟ روحوزی یه بخش اصلی زندگی من هست، به خاطر نزدیک بودن به اون سه تا بقعه. من خب شاهد تمام این پرده خوانی ها، پهلوان بازی ها، معرکه گیری ها، شمایل خوانی ها، همه اینها شبای دوشنبه برای سید علاءالدین حسین، شبهای جمعه برای شاه چراغ، خب اینا همه دور بر ما بود. این کسایی که شعبده بازی میکردن، ما میگیم فندزن. آره، مثلا اینا بودن. بازی های ما مثل حالا نبود که هر کسی سرش توی گوشی باشه. بازی های ما تو کوچه حالا یا همون بازی کردن فوتبال بود یا بازی هایی بود که جنبه نمایشی هم داشت. بله، از اونا بگید. میدونی؟ اینا دیگه فراموش شده. آره، حیفه. همینا دیگه. تمام این چیزا که انجام میشد خیلی هاش. الک دولک بازی میکردی؟ بله. اونجا بهش میگفتن الک دولک. چلک مسه. چلک مسه؟ چلک مسه. چلک اون کوچیکه چون میگی، مسه اون که بزرگه. یعنی در واقع دسته. و می رفتیم توی بازار وکیل، یه جایی بود که خراطی بود، اینا رو برای ما درست می کردن. اون در واقع چلک رو اون دوتا سرش یه خورده تیز می کردن، ما می اومدیم آجر می زاشتیم و اینو می زاشتیم اون رو بلند می کردیم و می زدیم. حالا اگه گل می گرفتیم که جامون عوض می شد، یا اینکه اونو بعد از دور می‌زدیم. آره دیگه، اون رو می‌ذاشت در واقع مسته رو می‌ذاشت و ما باید می‌زدیم که بخوره به اون. هفت سنگ داشتیم. عجب بازی هیجان انگیز. بازی داریم سرولو داشتیم. این چیه؟ سرولو چشم بسته می‌شد. خب و یکی کسی که اوسو بود، به قول اوسو، به اصطلاح اوسو بود. بعد ما که چشممون بسته بود، اون مثلا باید میگفت سرولو، ما هم باید حدس میزدیم که حالا وقتی همزمان میشد یا هم میکس میشد، ما میگفتیم سرولو، اون وقت چشممون باز میشد، ما میشدیم اوستا. سرولو. بعد کولی، کسی که آره. بعد شاه و وزیر داشتیم، سیبیلتو آتشی. از اینجور فشار آره، آره. بالای لب جریمه بود، جریمه بود و این چیزا. آره حالا خیلی چیزا هست. یه موقع دیگه حالا خورده چیزتر شد، داجبال داشتیم. این کسی که دو طرف بای میسادیم، یه تعدادی وسط بودن و با توپ ماهوتی، ما میگیم توپ موتی، توپ تنیس. بله بله بله. که با اینا ما فوتبال هم بازی میکردیم با اون تو مدرسه. بله،
ما یه کسایی داشتیم که واقعا مثل الان مسی یا مثلا رونالدو هستن که با توپ معجزه میکنن، یه کسایی رو داشتیم که با اون توپ موتیا تو مدرسه مثلا بین کلاس ها اونجا توی حیات که میله های بسکتبال بود، ما اون میله های بسکتبال اون چارچوبش میشد دروازمون و با اون توپ موتیا بازی میکردیم و حالا وقتی میومدیم فوتبال بازی میکردیم با اون توپ گنده ها بهتر میتونستیم، آسونتر میشه دیگه. آره دیگه خیلی یا مثلا اون توپ دو لایه ها دو پوسته ها که میکردیم. آره در هر حال اینا بود دوره برای ما، یعنی همه وقتای بیکاریمون یا به قول معروف اوقات فراغتمون به بازی میگذشت. بله الان فهم کنم وقت مناسبیه که یه آیتم تصویری ببینیم. حتما موافقی؟ بله بفرماییم. فکر میکنم مرتبط با شب بود شب مهتابی مهتاب چه رنگه آفتاب چه رنگه آفتاب مهتاب چه رنگه سرخ و سفید دو رنگه آفتاب مهتاب ای خدا گشتم پی همبازی. سلام سلام به همه بچه ها جانه. بچه های همه شهرها و روستاها سلام به همه کوچیکترا و بزرگترا، کوچیکترایی که همیشه دوست دارن چیزای جدید یاد بگیرن و بزرگترایی که هیچ وقت از یاد دادن به کوچیکترا خسته نمیشن. بچه ها از امروز برنامه تازه‌ای رو براتون در نظر گرفتیم. تو این برنامه ما سعی میکنیم بازیای سرزمین خودمون رو به شما معرفی کنیم. سالها ما از بازیای خودمون دور افتاده بودیم، خودمون نبودیم. خب حالا که تصمیم گرفتیم خودمون باشیم باید بازیای سرزمین خودمون رو هم یاد بگیریم. میخوای بازی کنی؟ خب یه بازی مرد 6 میلیون دلاری رو بکنیم باشه؟ مرد 6 میلیون دلاری چیه جانم؟ ببین بازی هم مثل کاره، همونطور که هر کاری باید به یه دردی بخوره بازی هم باید به یه دردی بخوره، یا ورزشی باشه برای تن یا ورزشی باشه برای فکر. بگو ببینم از قایم موشک چی میدونی؟ مگه نشدی؟ میگم قایم شو که گربه شاخت نزنه سر به سلاخت نزنه. بازم هنچه من که شاخ ندارم جونم. میو این یه اشتباه تاریخیه، چند قرنه که ما سعی میکنیم این شعر رو تصدیق کنیم. اهه به من چه؟ من شنیدم که میگن قایم شو که گربه شاخت نزنه سر به سلاخت نزنه. مگه من گاوم که شاخ داشته باشم؟ خب اینو برو به اونها بگو که شعر رو نوشتن، آگهی بده تو روزنامه که داشتن شاخ شایع است، تا اون موقع منم شعرم رو میخونم. فهمیدی؟ قایم شو قایم شو که گربه شاخت نزنه سر به سلاخت نزنه که گربه شاخت نزنه. ببینین ببینین شلوغ نکنین، بچه‌ها دارن شما رو تماشا میکنن. گفتم ساکت شی. خب حالا که گوش نمیکنین چارتون اینه. راحت شدن؟ گفتم که بازی قایم موشک یه بازی خیلی خیلی قدیمیه. یادم من وقتی بچه بودم، بچه خیلی کوچولویی، تو کوچه های محلمون قایم موشک بازی میکردیم. بعضی وقتا هرچند کار درستی نبود تمام بعد از ظهر و شب رو بازی میکردیم تو اون کوچه های قشنگ قدیمی. به به یادش بخیر آقا. چند تا آفرین واقعا یادش بخیر. چند تا احسن. یکی اینکه خیلی خوشحالم که مرتبط با صحبت هامون این بازی های سنتی رو دیدیم. اولین احسن و آفرین و باریکلا به خاطر اینکه اون موقع شما به فکر بودید که اینا از بین نره، این جنبش های میدانی بازی های گروهی صحبتی که کردیم بعد رفت به اینجا. دو به خاطر اجرای شیرین و دوست داشتنیتون و تسلطتون در همون سال اوائل 60 و دیگری مهارتتون در عروسک گردانی. شما همزمان دو تا عروسک رو در واقع بازی میدادید، خودتون هم بودید، حواستون بود به این دو تا می بود. این یه بازی داره این یه بازی داره، به نظر نمیاد ولی بسیار کار دشواری. احسن قربون شما برم. احسن به مهارت. اتفاقا می‌خواستم به همین مطلبم اشاره بکنم. ببینید اینو سال 59 ما کار کردیم برای تلویزیون، خانم نرگس وفادار تهیه کننده بودن، خانم گلنار افضل
کارگردان تلویزیونی بودن و خانم نیاز سلیمی و شهیدی کمک میکردن. در یک جاهایی ما سه تا عروسک داشتیم که دو تاشو و من فکر میکنم هنوزم ما مجری نداشتیم که با دو تا عروسک کار کنه بعد از این قضیه. نداشتیم. من بعید میدونم که هر دو عروسک رو در واقع خودتون بازی میدادید. آره. یه ماشاءالله به حافظتون همکارانتون از اون قدیم به خوبی یادتونه. آره نه قشنگ یادمه. آفرین. و آقای چیز که کیانی نژاد که آهنگا رو ساخته بود اینا رو من باید میخوندم. اون چیزایی رو که تمرینی آقای کیانی نژاد خونده بود که من یاد بگیرم اونا رو گذاشتن روی نهایی چیز. نبوده تازه بعد آره دیگه الان این صدایی که شنیدین صدای خود آقای کیانی نژاد بود. آها. که خونده بود برای من که من بخونم. شاهد خونده بوده شما. آره. اصلیشو بخون. آره ولی نمیدونم حالا ندیدمم که اون جاهایی که حالا منم خونده بودم هست یا نه که حالا بعدن یک قطعش رو براتون میخونم ولی اینا همه رو الان کاملا حفظم اون چیزایی که آقای منصور تهرانی هم متن رو نوشته بودن متنای بسیار بسیار زیبا. در هر صورت دم شما گرم که سازنده خوب بود به این جزایر دوست داشتین رو این قاتل. بله بله خب دیگه به هر حال زمان 27-8 سالگی من هست. آره ما که کیف کردیم خاطراته. ما که کیف کردیم. آره قربانش تشکرم میکنیم بابت اینکه چنین خاطراتی ساختید. آره 13 تا بازی بود. قصه گوی کودکی شما چه کسی بوده؟ باز بیشتر باید به مادرم اشاره بکنم دیگه. آره مادرم اشاره بکنم. خب مادر بزرگ ها هم بعضی وقتا تعاریفی داشتن شاید بیشتر قصه های زندگی خودشون بود نه اینکه مثلا برای ما قصه ای تعریف بکنن. ولی مادرم به خصوص که من دیگه شاهد بودم به خصوص لالایی های خیلی خوبی که برای بچه ها میخوند که احتمالا یه زمانی هم مثلا برای من میخونده. به خاطر دارین هیچ لالایی رو به خاطر دارین بخونیم برامون؟ اینا حیفه که از خب بله یادها رفته. من یادمه که همونطور که داشت کار میکرد مثلا خواهر یا برادر منو رو پاش میذاشت و تکون میداد. آره و اون آهنگ چیز ملودی معروف این چیزا دیگه چی بوده؟ لا 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 ای عزیز مهربونم لا 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 ای لالاییت میگم و خوابت نمیاد. حالا بعد یادمه مثلا اگه دختر بود یه جایش خونده میشد کنیزه حضرت معصومه باشی اگه پسر بود غلام حضرت معصومه باشی. این آخی. چیزهایی بود که آره این لالایی های مامانم معروف بود دیگه با اون صدای خوشش گوشنواز و میدونین اینا تأثیر داره. بله تأثیر داره یعنی اینکه اگر یک ریتمی توی من مونده و بدون شک مدیون اون زمزمه های بله مادر هستن مؤثر و حالا وقتی فکر میکنم اون وقتی بزرگتر شدم دیدم که چه گوش خوبی داشته به قول معروف جوست بود به قول اهل موسیقی و این لحنی رو که من خوندم دقیقاً لحن مادرم عزیز جونشی زینم لالایی لالا 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 جونم لالایی لا 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 دو میرم آی به قربون تنا او بابا دو میرم عزیز جونشی رینم لالایی ننه لا 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 توی
مدرسه چطور؟ درس خون و اینا بودی؟ یا نه؟ شدیداً درس خون بودم. خودتون علاقه‌مند به درس بله، بودی؟ بله 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 خیلی. قشنگ بچه مؤدب. آره. به خصوص اینکه من به خاطر اینکه نیمه دومی بودم من 5 سالم بود رفتم مکتب. نزدیک مغازه بابای من توی کوچه تنگ و تاریک، حالا این کسایی که هم سن و سال من هستن کاملا یادشون میاد، یک مکتب بود، ما شیرازی ها میگیم کتو. آره کتو. یک کتو بود که باز مسئولش یک خانم بسیار مهربون بود، میگفتن ننه حسین جوجه، تو همون محل گودهره بود، تو پشت ساختمون دکتر اسکندری، یک کوچه باریک بود. ما میرفتیم اونجا یک قرون میبردیم، با من با یه نصف نون قندی که کار خود بابام بود میرفتم اونجا. این ننه نون قندی رو میگین؟ بله بله. دستپخت پدر؟ بله 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 بله. مغازش ما میگیم نون شیرینی. آها، در واقع کارشون این بوده، بله حرفشون این بوده. بله 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 بله. همون یک جای تو گودرمون که هنوزم همون به نام همت هست، وجودی که چند سالی بابا دیگه کار نمی کنن، یعنی شاید دیگه نزدیک 18 سال 20 سال، الان بابا 90 سال است در واقع. ماشاءالله ماشاءالله، خدا حفظش کنه. بعد ولی از اون مغازه خوشبو هاست دیگه. آره خیلی خوب بوی خوراکی خوشمزه ازش میاد. و من اخیرا دیدم که یک نقاش معروف خارج از کشور که یک سفری به شیراز داشته، از مغازه بابای من یه نقاشی بسیار زیبا کشیده، یک رنگ روغنه، و من اصلا در جریان نبودم. این رو که دیدم خیلی تعجب کردم. درست از مغازه بابای من. چه شمایل سنتی داره. بله بله. چون این خیلی توجه بله. مهاجرا رو جلب. بله. هنوز هست اونجا. بعد میرفتیم اونجا، اما ما فقط تو حیاط میگشتیم، یک حیاط قدیمی با درختای خاصی که داشت. مثلا یادمه که حتما درخت انار بود، چون اون ما نباید دست به اون گل انارا میزدیم و اینها. ما همینجوری میگشتیم اونجا، مادر ننه حسین جوجه با دخترها قرآن کار میکرد، و اینا دخترها دور هم میشستن، و این هم از اون موقع یادمه، اینجوری میرفتن بالا پای تبت یدا ابی لهبن و تب، بعد این دخترها همه کرخانی میگن تبت یدا ابی لهبن و تب، و این این 5 سالگی بود. بعد 6 سالگی که همه همسنای من رفتن کلاس اول، من نمیتونستم، من چون 27 آذرم نیمه دومم، بنابراین من 7 سالگی رفتم، اما اون 1 سال رو رفتم مستمع آزاد در یک دبستانی به اسم افتیه، نزدیک همین خونه‌ای که الان داریم، در واقع تو محله گودربون، همون نزدیک پشت این حاج قوام، همون زینت الملک. اونجا من یادمه که اون همون افتیه، حالا کی بود، خانم بسیار مهربونی بود. من اون سال توی خود بچه ها نمره قبولی داشتم، ولی خب هیچ کارش نمیشد کرد. چه حیف. آره دیگه، سال 37 اون چیز، سال 36 بود که کتو میرفتم.
و جالب شما مکتب رفتید. آره مکتب بله بله مکتب رفتید. فضای مکتب چه جوری بود؟ خب همین که خدمتتون عرض کردم دیگه، با ما فقط می‌رفتیم در واقع مثل میگن استادا اون موقع خیلی جدی بودن. نه نه و سخت گیری می‌کردن. این کتب مثل اونا، این مکتب مثل اونا نبود. فقط یک جایی بود، الان مثلا بچه ها رو میرن میذارن مهد کودک. در واقع یک جایی مثل مهد کودک بود. یعنی چیز... شما یعنی یاد خوب از اونجا دارید؟ خب به هر حال خوب دیگه، ما وقتمون رو اونجا میگذروندیم، ما بچه ها تو حیات بازی میکردیم، خوش میگذشته. آره خوش میگذشت، وقتی میگذشت. و ولی اینکه با ما مثلا بخواد با خشونت برخورد بشه کار بکن... نه اصلا. و اینجوری بود که سال بعد و از سال 38 دیگه رفتم کلاس اول، باز مدرسه ای که بابام درس خونده بود. چه جالب. آره دبستان دولتی 15 بهمن. و اون 6 سال رو در اون مدرسه بودم و دوران بسیار خوبی بود. حالا دیگه گفتم از 10 سالگی دو کلاس سوم چهارم بودم که یک جورایی شیفته فوتبال شدم و خیلی جدی فوتبال دیگه. یعنی حتی وقتی که تئاتر کار می‌کردم من رو بیشتر به عنوان فوتبالیست می‌شناختن. مثلا بچه‌ها اگه اومده بودن تئاتر منو دیده بودن می‌رفتن می‌گفتن که فامیل منم می‌دونید که توی فوتبال لقب می‌ذارن، اکثرا لقب هست. لقب شما چی بوده؟ من به خاطر اینکه خیلی سیاه چرده بودم و اینها، خیلی از حالا رنگم تیره تر بود، اصلا معروف بودم به اصغر سیاه. آره تو فوتبال این فوتبال لقبو براتون؟ بله بله تو فوتبال این رو برای من. میتونستن در نظر پله هم بگن؟ پله روزگار پله بود دیگه، اوج واقعا پله بود دیگه، ستاره ای بود. بله بله بله، اصلا فوتبال با پله معنا داره، درسته؟ آفرین. آدمای بزرگتر از اون پیدا شدن، مثل مارادونا، مثل الان واقعا دو تا اعجوبه، هم بله رونالدو و هم مسی و خب کسای دیگه که هستن بی‌نظیرن. اما نمیشه از فوتبال گفت و پله به عنوان صدر یاد نکرد. میدونید که در بالاخره نظرسنجی هم که کردن، اون چیزی که بین مارادونا و پله بود، بالاخره پله اتفاقا به خاطر مسائل اخلاقیش بالاتر از مارادونا قرار گرفت. ببینید شما مثلا بوکس رو بدون محمد علی کلی میتونید تصور بکنید؟ امکان نداره. امضای بوکس. آره امضا. حالا ممکنه تایسون بهتر از اون بوده باشه، یا کسایی در فورمن، حالا اون البته فورمن رو زد، فریزر رو زد، حالا شاید تایسون رو هم میزد، اون یه عجوبه بود واقعا. ولی شما میگی بوکس، باید بگی محمد علی کلی. میگه فوتبال باید بگی پله. واقعا باید بگی پله، هیچ کس امکان نداره بشه، چون اون فوتبال رو فوتبال کرد. اصلا یعنی آغاز ابرسه به فوتبال هویت داره. میدونید خیلی ها هستن اینجوری هم دیگه. آقای خاطره دیگه بریم کنیم. شما گپ زدن با هاتون بسیار میچسبه. قربان شما. شیرین، دوست داشتنی، دانا. گاهی اوقات حادثه عجیبی پیش میاد. شاید بنده و شما هم اگر جای اون دوستمون بودیم از تعجب شاخ در می آوردی. باور نمی کنی؟ با هم تماشا می کنیم. آقای بلوچیه؟ آقای بلوچیه؟ آره کاظمه. از پشت حد زدم، یه لحظه سیبیل رو دیدم، گفتم این آقایه. کاظم خیلی شرق نکرده. آره فقط یه خورده جو گندم. بابا ماشاءالله خودتون هم چوری. بله. آقای نظری؟ بله، خودم هستم. سلام علیکم قربان. سلام علیکم. من سارقیان هستم. بله. فرض از مزاحمت اینه که من و دستیارم داشتیم از این خیابون رد می‌شدیم و تمام درهای ماشین‌های پارک شده رو یکی یکی وارسی می‌کردیم. چیکار می‌کردیم؟ بله، درست هستید. من و دستیارم سارق اتومبیل هستیم آقا. عرض می کردم که بعد از وارسی خوشبختانه دیدیم که تمام درها قفله، تا اینکه به ماشین شما رسیدیم. خب که متاسفانه دیدیم در ماشین شما باز آقا. خب البته اول سعی کردیم که در رو از داخل قفل کنیم و ببندیم،
اما متوجه شدیم که حتما در با کلید قفل میشه. برای همین منظور من از دستیارم خواستم تا کنار ماشین شما بیسته تا من پرسجو کنم و صاحب ماشین رو پیدا کنم، که خوشبختانه خاربار فروش سر کوچه‌تون با نشانی های دقیقی که از ماشین شما دادم فوراً شما رو شناخت و آدرس داد. این چه دوزیه. برای همین منظور من اومدم اینجا تا از شما خواهش کنم که اگر ممکنه یه توکه پا تشریف بیارید و این در ماشینتون رو قفل کنید. خدا. بله اینم باز همون مال فکر میکنم سال 60 باشه. کارگردانش آقای سعید پورصمیمی بود. نوروزنامه سال 59. 59 60 بله 59 60 درسته. بعد در واقع قبل از اینکه این ساعت خوش و این چیزا شروع بشه، یعنی هنوز آیتم این به عنوان شاید یکی از پیشروترین برنامه‌های طنز بود که به شکل بخشی یعنی آیتمی برگزار میشه. سعید پورصمیمی عزیز کارگردانی میکرد، سعید پورصمیمی نازنین، اونم دیدیم آقای فرخ نعمتی بود، بله، کاظم بلوچی عزیز، آقای داریوش مؤدبیان بود، خانم مریم معترف بود و فکر میکنم علیرضا خمسن بود یا اگه اشتباه نکنم. در هر حال ما آیتم های طنز داشتیم، طنز نه در واقع حجب، نه حالا نمیخوام لودگی، هزل، آره، انواع کمدین، آره، اینها، بله بله. آخه ببینید سطح دارن، ببینید دیگه اشکالی نداره، ما کمدی فرض داریم که اصلا لودگیه، اصلا فرض کمدی لودگیه، ولی بهش میگن کمدی. وقتی ما کلمه فخیمه طنز رو به کار میبریم خصوصیات خاص خودش رو داره. طنز در واقع یک جور کپسوله، میدونید، یعنی خود وقتی میزنین تلخی نداره، اون تو که میره تلخیش باز میشه و ما اون تلخیش رو بعداً حس میکنیم و درمانگره برای ما. کجا متوجه شدید که باید برم سمت هنر؟ خب ببینین اینا یک چیزایی هست که تو همون بازی های مقداری آدم خودش رو پیدا میکنه. بعدم اون در واقع یک مرحله بسیار بسیار مهم در سیر تکوینی یک هنرمند هست که من اون رو در مرحله دوم قرار میدم، یعنی بعد از علاقه و استعداد یک بخش بسیار مهم هست تحت عنوان تقلید. یکی از بهترین تمرین هاست این تقلید. یک موقع هایی همین که مثلا میگن آبه بچه من اینقدر خوب ادا در میاره، بله این یک مرحله است، ولی خیلی ها میان توی این تقلید، توی این ادا در آوردن میمونن، گیر میکنن و ممکنه آدم سرشناسی هم بشن تو اون زمینه، اما یک مقلد هست. بله بله. یک مقلد یک هنرمند نیست. ای خدا یکی حرف دل ما رو آخه جان. هنرمند بسته به خلاقیتشه، بسته به تکنیکشه، بسته به سوادشه. بنابراین بعد از اون دو تا مرحله که خدمتون گفتم ما باید گذر کنیم به مرحله آموزش، بعد ممارست در آموزش، تازه صاحب تکنیک میشیم، یه تکنیسیان میشیم، مثل یک مکانیکی که سوار روی یک مثلا ماشین پیچ و مهره همه رو میشناسه، اما یه هنرمند نیست. حالا بماند ما مثلا همینجوری اطلاق میکنیم، میگیم هنر آشپزی، هنر گلدوزی، هنرهای رزمی. هنرهای رزمی ما هفت تا هنر داریم دیگه. و بعد به مرحله تکنیک رسید، باز یک تکنیسیانه، هنوز یک هنرمند نیست. بله. هنرمند رو خلاقیتش میشناسه. احسنت. خلاقیت اون شیشومی میشه خلاقیت. و من دنبال یه، چون عدد هفت رو خیلی دوست دارم، همیشه دنبال یه هفت بودم، بالاخره این هفت رو آوردم، تعهد و ماندگاری. یعنی هنرمندی که همه اون شیشتا بند رو داره اما متعهد به جامعهش نیست، هنوز هنرمند نیست، اما در جهت ماندگار، یعنی ماندگار نمیتونه باشه، باز هنوز نمیتونه هنرمند اطلاق بشه. بله ببینید
تو تاریخ ما بررسی کنید دیگه، چرا یک شاعری که از نظر صناعت بسیار بسیار خوبه مثل منوچهری مثلا، اما هیچ وقت یک شاعر متعهد شما ازش نام نمیبری و آنچنان هم بین مردم، مگر اینکه یک کسایی خاص شعر باشن، کسایی که یک موقع بیشتر مدیح سرا بودن یا مدیح سرا بودن، معمولا حساسیت دارم، مدیح سرا بودن، اینا تاریخ کم کم فراموششون کرده. شاید اون چیزی که ازشون مونده تکنیک قویه که داشتن، ولی به عنوان یک هنرمند تمام و کمال ما ازشون هیچ وقت نام نبردیم و من فکر نمی کنم نام ببریم. اما سعدی، حافظ، مولانا، خیام، همه این بزرگان، یا حتی توی معاصر همین جوری که داریم میایم، کسایی هستن که دلسوز جامعهشون بودن، کسایی بودن که حالا در لفافه پند اندرز به ما ادب یاد دادن، به ما در راه زندگی دیدگاه دادن، به ما ایدئولوژی دادن، میدونید، یعنی یک جورایی اینا بودن که هنوز ما تفعل میزنیم ببینیم چی به ما میگه، به ما امیدواری دادن. بنابراین اینها ریشه های علاقمندی شما و یا پیدا کردن علاقمندی شما اصل قضیه. اما وجود یک سیاه باز درجه یک بود که توی عروسی ها میومد و توی حیات خونه اون چیز تخت حوزی، بله، تخته نه، چون خیلی ها میگن تخت حوزی، تخت حوزیه، بله، یا سیاه بازی بوزی. تخت میذاشتن، بله. و یک سیاه بسیار بسیار بزرگ که من غیر مستقیم خودم رو مدیون اون میدونم، یدالله صادقی، معروف به یدی سیاه، که همه جا ازش گفتم که یک موقع عروسی رو دو ماه عقب مینداختن به خاطر اینکه سیاه عروسیشون، چون سیاه های متعدد داشتیم، اما به خاطر اینکه سیاهشون یدالله صادقی یدی سیاه باشه عروسی رو عقب مینداختن، برای اینکه اون یک شب فراموش نشدنی برای عروس و داماد، خانواده و مدعوین می ساخت. هنر می آفرینه آقا. اینه میگن آدم وارسته. اینه میگن آدم وارفته. ای وارفته. ببخشید یه بار در رفته. بابا دمت گرم آقا سرگلیشو. دمت گرم. همین یه مچل که گیر میاره، پیر جوان، غریبه، آشنا، یه ریز باش میکنی بابا. عذرخواهی کن. حالا اگه کم بود میبخشید، بازم بهتون میگم. بی تعلیم و تربیت. ما کوچیکتیم مرشد، کوچیکتیم بابا، بزرگ و سرآمدی در نقش هنرمندی. خود گویی، خود خندی، خود مرد هنرمندی. هرچی داریم مرشد، از دم گرم شما داریم. زنده اون نفس گرم و صوت شماست که تو دل ما آشوب به پا میکنه و این قلم رو تو دستم میجامونه و اینه ما رنگکاریم برادر، رنگ. آره. و خب من همیشه آرزو داشتم یه روز سیاه بازی کنم و این شانس رو توی دندون طلا پیدا کردم. و چه کاری؟ آره، و چیز بود، همیشه اون توی ذهنم بود، حتی چند تا از حرکاتش روی صحنه انجام دادم و اون فکر میکنم بزرگترین عامل بود. من صورتم رو سیاه میکردم با زغال، اون چیزهای زغال داشتیم اول خونه، ما میگیم کته زغالی، زغال میآوردن میریختن اون تو برای مثلا زمستون و بعد قلیون که میکشیدن و این چیزها، ما اونو برمیداشتیم اینجوری و من ادای یدی سیاه رو در می آوردم. حالا همون مرحله تقلید رو که خدمتتون عرض کردم، برای من وقتی میرم شیراز، الان یهو گفتم برای من. آره، یهو میرم رو اف ام یه موقعی کانال شیراز میرم بهتر ما که کانال شیراز. آره، بعد بله بله تقلید، بله، برای من بسیار بسیار مؤثر بود. باز شعرهای اون بخوندم، ادای اونو در می آوردم و این مرحله مرحله پیدایش و کشف استعداده. آره، این که شما سعی می‌کنی شبیهشی به اون چیزی آره، که جذبت کرده. من بیشترین مرحله تقلیدم رو با یدالله صادقی گذروندم، اون چیزای اولیه‌ای که باید اتفاق می‌افتاد. خیلی جالب و جذاب بود. ببینی یه خاطره بازی تصویری کنیم. آه. بیرم و هیزم شکنم،
خسته ز کار بدنم، از توی یه قصه میام، قصه پیران قرمزی. اون که پیران قرمزی رو میاد نجات میده منم. آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسه، گرگ بد جنس قصه میخواد که مهربون باشه، خوشدل و خوش زبون باشه، حق تو کارش نباشه، مادر بزرگ و قرمزی شام و نهارش نباشه. آی قصه قصه قصه، آخه. نون و پنیر و قصه، خدا اینم پیرن قرمزی. نگاش کنین بچه ها، شنیده این قصه شو از دهن بزرگا؟ ببین جانم، تو مزه زندگی با آدم ها رو چشیدی، دیگه جنگل مثل سابق برات صفای موندن نداره. ببین آقا گرگه، اینجا همه دوست دارن، حتی این بچه های تماشاچی که نامهربونی و حق بازی تو دیدن، اگه یه روزی مطمئن بشن که تو دیگه مهربون شدی، نظرشون راجع بهت عوض میشه. دست از سرم برداری، قیافه منم مثل همه گرگاست، و اگر مهربونم بشم که اینا از من خوششون نمیاد. درسته، قیافت عوض نمیشه، ولی در عوض آدمام ظاهربین نیستن و به ظاهر هر کسی روی قیافش قضاوت نمی کنه. خب اینا از کجا می فهمن که من مهربون شدم؟ آها، از روی اعماله. خب بچه ها بگین ببینم، شما دلتون میاد بذارین آقا گرگه برگرده به جنگل؟ نه خیلی خوب، پس بیاید همه با هم بخونیم. گرگی و گله میبری، گرگی و گله میبری، نمیبرم نمیبرم، سینه بره میدری، نمیدرم نمیدرم، بره اگر چاق باشه، چشم و دلم سیر از او، بزرگ و پرگار باشه، آشه به من چه آقا جون، اینقدر نذار سر به سرم، میخوام برم تو جنگلا، تو کوه و دشت و دره ها، اینجا دیگه برای من صفای موندن نداره، با این کارا که میکنم هیچ کسی دوستم نداره. کجا بری گرگه عزیز، جای تو اینجاست پیش ما، گریه نکن، عشق نری. دوست داریم دوست داریم، سر به سرم نمیگذاریم، نمیگذاریم نمیگذاریم، پس بمونم، بمون بمون. ای اینا رو چطوری گیره؟ این رو باید به من بچون، من اصلا هیچ اینا رو من دست میزنم واقعا. زنده باشی. این نتیجه آره آقای آره. همت این آه. همت خانم حاتمیه واقعا، مرسی خانم حاتمی، ماشاءالله باریکالله، حداقل همینو برای ما حالا امشب قول بدین، به یادگار بدین داشته باشیم. چش تقدیمتون میکنیم اینا آره. زحمات شماست برای اون نسل و این یک نقطه عطف شد این کار توی زندگی من. از چه جهت؟ حالا اونم میخواین بگم؟ بله آره. من زیر دست مرحوم فرهنگ معیری که روحش شاد داشتم گیریم میشدم، این ریش رو میچسبوند و اینها، به من گفت که ما داریم حالا با همون لحن خاص خودش داریم دنبال گیریمور جوون میگردیم بیاد کمکمون کنه و این چیزا. گفتم خب ما بچه های تئاتر اکثرا بیکار، سال 59 بود دیگه آره، منم تازه ازدواج کرده بودم، بعد خب بیاین از ما استفاده کنین، ما یه دستی هم درگیریم داریم، حداقل دیگه سایه روشن رو نمیخواد به ما یاد بدین. گفت اتفاقا پیشنهاد خوبیه. اون موقع آقای محتشم و آقای جلال معیریان، آقای محتشم هم در گیریم ما همون نقشی رو داره که پله در فوتبال. بله، این رو گفت. بله. این رو وظیفه‌ام هست که بگم. من افتخار داشتم آره. کار کردم با ایشون. آره. تصدیق میکنم. آره آره آره. درسته ما گریمورای قبل از آقای محتشم هم داشتیم، ولی آقای محتشم هم یک نقطه عطفه. بله. آره. بعد آقای محتشم و آقای معیریان سر سریال سربداران بودن. مسئولیت به آقای فرهنگ معیری بود که روحش شاد، عرض کردم. خدا رحمت. گفتم اینجوری و پیشنهاد منو پذیرفت. حالا اون 10 تا نشد، 4 نفر رفتیم که مرتضی اردستانی، مرتضی زرابی، من رضا رادمنش رو هم بردم، بعدن هم حمید حمزه که مرحوم شد اونم روحش شاد، اون هم برای شبکه 2 معرفی کردم و من شدم در واقع، چون تلویزیون که در بازیگری و این چیزا نداشت، من شدم یک گریمور
و حالا بماند. یک سال و 8 ماهی بودم به عنوان چی میگن خرید خدمتی، چی میگن از این چیزها و اینها. هیچی، همینجوری شوخی شوخی من شدم گیریمور و اتفاقا خیلی هم فعال شدم. سالهای خوبی رو باهاشون داشتم همون یک سال و 8 ماه. بعدم که تقریبا 14-15 سال در سینما به عنوان گیریمور، حتی بعضی ها هنوز فکر میکنن اصغر همت از گیریم اومده بازیگری در حالی که وقتی من اومدم که توی چیز، حالا این رو صحبت کردم که من با همزمان با ورود به دبیرستان سال 1344 عضو گروه تئاتر مدرسه شدم. 44 رو شما فکر کنید تا 59، من 15 سال بود که کار تئاتر می‌کردم. کار می‌کردین؟ بله. آره میگم، ولی خیلی ها این تصور رو دارن که اصغر همت از گیریم اومد. حالا خوشبخت چون ما خودمون یه هر حال ریشمون در تئاتر ما می‌دونستیم. آره. آره. چه خوب شد اینو عنوان کردین. آره. برای خیلی‌ها که هر حال نمیدونن. اینه که گفتم این کار، حالا این همش خاطره، اینجوری میاد سراغ آدم دیگه. آره. همسرتون. آه. خانم افسر اسدی عزیز، بله، که ایشون هم از هنرمندان بسیار خوب کشورمون هستن. کی آشنا شدین؟ بله، بله، بله. چطور شد و اینا؟ اینم ماجرا داره دیگه. من دانش فارغ التحصیل، یا بهتر بگم درسترش رو بگم دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا بودم که درسمو تموم کرده بودم، اما هنوز یک فعال دانشجویی بودم. خانم اسدی دانشجوی دانشکده هنرهای دراماتیک بود. ما ها با هم کلکل هم داشتیم. بله بله. این دوتا دانشکده. همیشه اینو میشنیدیم. آره، با هم کلکل داشتیم. مثل بعضی شهرستان ها هست با مرکز استانشون کلکل دارن. آره، ما هم کلکل داشتیم. و جالبه اونا هم به هم عروس میدن، داماد میدن. آره، با وجود کلکل. آره، آره، آره. حالا قاسم سیف که یاد میکنم ازش اینجا، منو انتخاب کرد برای یک نمایشنامه بسیار بسیار سنگین که خود نویسنده هنریک ایبسن اولش نوشته نمایشنامه‌ای برای خواندن نه اجرا. از بس سخته. واقعا کار مشکلیه. و این قاسم سیف با اون روحیه خاصی که داشت تصمیم گرفت این کارو بکنه و من یک نمایشنامه کار کرده بودم که اولین نمایشنامه تولیدی بعد از انقلابه. چی بود؟ خدا را هجی کن در تالار مولوی. و این اون کار رو دیده بود. زمین تا آسمان اون نقشی که من بازی می کردم، یک جوون یاقی در واقع سرکش، حالا براند یک کشیش پروتستان جا افتاده، هیچی، منو انتخاب کرد برای نقش براند. این که میگم نمایشنامه سنگینیه، تا اون موقع که ما اجرا کردیم ما ششمین اجرا بودیم بعد از 1888. چون میدونید نروژیا میپرستن ایبسن رو. بله، میپرستن. هنریک ایبسن از بزرگان. بله، بله، بله. قلمه برای. و این تصمیم گرفت این کارو بکنه. من برای نقش براند انتخاب شدم، نمیدونم چرا اون این ریسک رو کرد. و چون خودش دراماتیکی بود و یک چهره زیبا هم میخواست برای نقش اگنس، نقش مقابل براند انتخاب کنه، خانم اسدی رو انتخاب کرده بود برای نقش اگنس. ما یک 7-8 ماهی طول کشید از تمرین تا اجرا. همون سال 58 ما این کار رو اجرا کردیم. یعنی من بلافاصله از خدا رو هجی کن اومدم سر تمرین های چیز براند و اونجا با خانم اسدی حالا آشنایی های اولیه دیدن و این چیزا، پس با همکاری شروع شد. بله دیگه، رو صحنه تئاتر فکر میکنم که آذر و دی 58 آذر و دی 58 ما این کار رو روی صحنه اصلی تئاتر شهر اجرا کردیم و دی 59 ازدواج کردیم. بازم جلسه است؟ نه، داریم طرح یک توته رو پیریزی میکنیم. تو برو یه دستی به سر لباست بکش. اینجا همه چیز مرتبه مادر.
دست درد نکنه. پس چرا وایسادی؟ چی کار کنم؟ دست به سر لباسم کشیدم چند مرتبه. اگه میبینین بازم نامرتبم اشکال از خودمه، دیگه بهتر از اینم نمیشم. نه مادر جون، خیلی هم خوبه. خیلی راحت میری در اتاق در میزنی، میگی تا یکی دو ساعت دیگه برای مریم خواستگار میاد. اگر اجازه میدید فرصتی برای این کار بذاری. امروز ما مهمون دیگه هم داریم. دیگه کی؟ آه، چی کار هست؟ کارمنده. خب، مثل این که وقتش رسیده که چند تا بچه قد و نیم قد دور برامونو بگیرن. خب، یه دستی هم به سر روی اتاق من بکشین تا مردا بیان اون اتاق. خیلی خوشحالم در خیلی. منم همینطور. امیدوارم امروز روز خوبی برای تو باشه. ولی ماما مواظب شیرباها و مهریه باشین تو رو خدا. یه هایی بابا سنگ بزرگ جلو پاشون نندازه. شماها هیچ وقت سعی نکردین پدرتون رو بشناسین. به خاطر همینه که همیشه قضاوت نادرست دربارش انجام میدین. پدرت اصلا با اینجور چیزا مخالفه. شیرباها و مهریه یک سنته، باید حفظ بشه. ولی عاقلانه. سرکار خانم افسر اسدی، هنرمند خوب کشورم، همینجا عرض ارادت، عرض ادب. امیدواریم شما رو هم روی صندلی چلدی که زیارت کنیم و از یادها و خاطره ها برواقع و همه اون چه که شما تجربه کردید هم بهره مند بشیم. خب چه عالی، چه عالی. آقا خیلی خوبه که ما شما رو داریم. قربان شما. یه هنرمند ارزشمند. خوشحالیم که در چلدی که ثروت هامون رو یادآوری می‌کنیم. ثروت های هنر فرهنگ کشورمون. عزیزانی مثل شما که دیگه صاحب کسوتی هستید و سالیان سال کار کردید و زحمت کشیدید و همیشه با عشق و صداقت کار کردید و دلتون تپیده برای اثرگذاری خوب و اینکه در دوران زندگیتون برای مردمانی که باهاشون هم دور هستید مؤثر باشید. بسیار سپاسگزاریم. ان شاء الله که اینطور بوده حضور باشید. این چنین شما. بله آقا، برای چی اینجا هستید؟ ما اینقدر افتخار می‌کنیم، حظ می‌کنیم از حضور شما. یه آیتم دیگه ببینیم، یه خاطره دیگه مرور کنیم. بله. به نام خدا و با درود به روان پاک شهدا و آرزوی پیروزی برای رزمندگان جبهه‌های جنگ حق علیه باطل و با سلام و عرض شاد باش به مناسبت ببینم که دارید تلاش میکنید یادتون بیاد. برنامه مسابقه و سرگرمی نوروزی رو آغاز میکنیم. نویسنده مورد نظر که بیوگرافیش رو من میخونم، به محض اینکه تصویر قطع شد شما میتونین جواب بدید. این نویسنده در سوم ژوئیه 1883 متولد شد. او بزرگترین کودک خانواده بود. پس از اتمام مدرسه متوسطه از سال 1901 تا 1906 در دانشگاه کارل فردیناند مشغول تحصیل شد. بسیار خوب، گروه یک برتود برشت به گروه دو مشورت میکنیم، مشورت میکنیم. بسیار خوب، فکر کنم تولستوی باشه. خیلی، من بقیه رو میخونم. البته اگر موفق بشن هر کدوم گروه ها جواب بدن، نصف امتیاز رو که 5 امتیاز باشه میگیرن. ضمناً باید بگم که مورد سوال ما نام نویسنده و ملیتش هست. بقیه بیوگرافی این نویسنده رو میخونم. در تابستان 1923 شهرش را ترک کرد و در برلین مقیم شد و در سوم ژوئن 1924 در یک آسایشگاه به علت ابتلا به میواری سل درگذشت. بسیار خوب، گروه فکر کنم فرانس کافکا. ها
خب قسمت بعدی سال ملیتش رو ملیتش اجازه بدید مشورت بکنم آلمانی خیلی به یک قسمت شما رو میتونیم بگید بفرمایید مجارستانی بود خیلی به یک قسمت سوال البته در بخش دوم گروه دو جواب دادن که ما میتونیم سه امتیاز بدیم فکر کنم تا آخرش هم یادتون نیومد خیلی این دیگه خیلی عجیب بود خود این جالب نیست چه؟ که میگی به هر حال من این کار رو انجام دادم یک زمانی رو صرفش کردم آره. چی رو یادم نمیاد یعنی شما خیلی کار کردین آره آره خیلی ساله زحمت میکشی و کار بودی چقدر کار کرد این آره. کار سال 61 بوده اسم آره. اسم مسابقه سرگرمی های مفیدی بوده آره سرگرمی های نوروزی بود اسمش آها من سال 60 یا 61 برنامه‌ام ساختم چی بود؟ دو تا 14 قسمت مرحوم بهبهانی می نوشت یه بخش نمایشی داشت که آقای سعید امیر سلیمانی نقش پدر بزرگ رو بازی می کرد خانم اسدی نقش مادر رو و کمند امیر سلیمانی اون موقع 6-7 ساله بود در واقع بچه رو بازی می کرد که سواد یاده بابا بزرگش بله. می داد و حالا دیدیمونو ما اینجا آره یه 14 قسمتی هم بود که همین به بازی‌ها و مسائل بیرون و این چیزا می‌پرداخت. خانم امیر سلیمانی مهمان ما بودن. همینی که شما می‌فرمایید اینجا دیدیم. آره اونو من کارگردانی بله. کرده بودم. آره بعد یادتون کردیم اونجا. آره خیلی ناراحتین. بازون تمام تنم کوف میره. چیزی نیست. حتما سرما خوردین. نه 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 سرما نخوردم بابا جون. میدونی از سرما بدتر خوردم. زاتوریه. سینه پهلو. بلنشین ببرم ایتون دکتر نه 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 دکتر نه بابا ببین از اینجا تا سر کوچه که درازه بعدش اونجا باید باستیم تا تاکسی گیر بیاد آیه تاکسی گیر بیاد آیه تاکسی گیر نه سوار بشیم تا دکتر بابا دون اون موقع من اصلا به اسرائیل رسیدم خب پس امروز درس چی میشه پدر بزرگ با این حالم نام فرزندان نازنین و سنشون رو میگیم آره غزل به به چند ساله؟ متولد 61 یعنی دو سال بعد از ازدواج ما دنیا اومده تقریبا همسن یکی از همشیرهای من و بعد از 6-7 سال برادرش هامون به 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 دنیا اومده چه اسمای قشنگی انتخاب آره. کرده برای هر دو فرزند شما آرزوی سعادت میکنم و امیدوارم شاهد خوشبختشون باشید خدا حفظشون کنه و انشالله همیشه موفق و روبه رشد باشن ماشاءالله آقا چه تکگوی بلندی خوب بودیدم این تکگوی بلند بود کار من یه کار سال 90 نه البته برای شما که نه 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 هیچ حساب نمیشه اصلا نه این خب به هر حال کسای عزیزانی دور و بر من بودن آقای اکبر زنجانپور فرخ نعمتی بود که داک همرشولد بازی میکرد و من این در واقع نقش وجدان افریقا رو بازی می‌کردم. نمایشنامه ام اس زر هست تحت عنوان ما البته به عنوان لومومبا اجرا کردیم بلی. اما اصلش هست فصلی در کنگو. ام اس زر نوشته و آقای هوشنگ توکلی این رو کارگردانی کرد و این هم باز یک جورای نقطه عطف بود تو زندگی من. برای اینکه در واقع منو شناسوند به اعاظم تئاتر مملکت بله. به خاطر اینکه دوستانی هم که یعنی عزیزان و بزرگانی که حالا متاسفانه خیلی هاشون در قید حیات نیستن به خاطر اداره تئاتر اداره تئاتری بودن هوشنگ توکلی اومدن این کار رو دیدن و وجود اکبر زنجانپور و من جوان حالا اونجا یک جوری یک معرفی بله، نسبتاً توان و استعدادتون رو بشناسونید آره این برای من خیلی 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 خوب بود خیلی محبت ها بعد از این برای من بود
اما یک چیز جالب که یادم اومد، وقتی این رو تلویزیون پخش کرد یه نفر به مادر من گفته بود که این اسقر آقا یه کوت نوتری نبود بکنه برش. جانم حالا این یه طوری بود که ما اینو خودم اصلا باید مندرس می بود. باید مندرس می بود. افریقاست دیگه. آره درست. کنگو افریقا. آره اینو وسطش خندم گرفت یاد این اعتراض یکی از هم محلی های ما به مادرم بود که چرا من یه کت نو نپوشیدم. میشه گفت اولین، شاید اولین واکنش به، حالا شهرت شاید نشه گفت، ولی به هر حال در بین اقوامتون اولین واکنشی که باش مواجه شدید همین بوده. حالا این اینو گفتم. حالا اون موقع که به شهرت رسیدید واکنش جالب یا اولین واکنش ها براتون چطور بود؟ خب ببینید اینه، البته من قبل از این براند رو بازی کردم اونجا که دیگه بران؟ مثلا مایی تو خیابون دیدید او دیگه همه میشه. شاید این قضیه بر میگرده به سریالی که حتما شما بهش پرداختیم و امام علیه بدون شک. امام علی که میخواست پخش بشه مثلا چند قسمت که رفت، ما من خود من دوستان تئاتریم، بقیه همه دوستان و خیلی دیگه از حتی دوستان اقوام که عذرخواهی میکنم توی این عرصه با ما همراه نبودن، میگفتن اسمتون رو میگفتن، میگفتن ای اصغر همت هم تو این کار بازی کرد. یعنی از شما ذهنیت بود، کار قبلا دیده بودی. آره. و میشناختیم تو مثلا هزار دستان رو قبل از امام علی کار کردم، ولی بله. خب تو اون همه جمعیت بله. من یک جوان سرباز ایرانی ها در هر مسئله مشکل داشته باشیم در علی هماهنگی، میدونید؟ یعنی در این مسئله اتفاق نظر داریم، یک علقی هست. این قضیه امام علی به خاطر همین خدمتون عرض میکنم که من به قول ما شیرازی ها هنونوی نکردم. هنونو یعنی هنر. چقدر شد؟ آره هنونوی یعنی مثلا میگن آه هنونوی کردی، یعنی هنر کردی. آره. مثلا آدم یه من شیرازی میشه یه شل میشه. آره. خیلی خوش نغمه است. آره. خیلی شیرینه. نه آقا چه آهنگ و لحن خوبی انتخاب کردی برای آقای علی مردانی. این یک سکانس پلان بود. آره. و خورد شد توی تدوین، خورد شد متاسفانه. حالا میگم چرا، نه اینکه بخوان واقعا خوردش کنن. خب اینجا باید یاد بکنم از مازیار پرتو عزیز، یک فیلمبردار بی‌نظیر واقعا، ولی این اتفاقی که میفته سر فیلمبرداریه. این یک سکانس پلان بود که خب منم خیلی بهش دل بسته بودم. البته خب مسئله خاصی هم نیست، اینکه خانم لرستانی دوبار میاد این چیزا، اما گویا لرزش داشته دوربین و اینا مجبور شدن که برای اون قضیه یک به قول حالا خود چیزا یک لایی بذارن. بله دو تا پلان لایی بذارن، ولی هیچ لطمه احساس نمیشه. آقا واژه ها، رقص واژه ها چی میدونید؟ خیلی سخت. خب میدونید چیه؟ شما ببینید مثلا وقتی دارید یک کار معاصر انجام میدین میتونید من خودم عادتم اینه، مفهوم رو میگم حتی اگه چند بار تکرار بشه. منشی صحنه از من میپرسه آیا مد بالاخره شما چی میگین؟ میگم اونی که آخر کار میگم، میدونید؟ یعنی حتی ممکنه تو برداشت قبلی با برداشت بعدی متفاوت کلمه انتخاب کنم، اما این یک واو رو اینور اونور نمیشد گفت واقعا. یعنی این شعر که شما نمیتونین اصلا توش جر بزنید، باید نعل به نعل دقیقا میگفتی و این اتفاق تو اینو نگارش فوق العاده. فقط واقعا همین نبود دیگه، سر تا سر کار سرشار از در واقع یک نثر بسیار بسیار زیبا و در این حال روان اینقدر موسیقی شما دیدین الان همین رو. من خودم احساس نمی کنم. دلم میخواد از مرحوم زند نامی ببرم،
که مدیر دوبلاژ امام علی بود و به ما اعتماد کرد، به ما اعتماد کرد که ما جای خودمون صحبت کنیم. و چه کار خوبی کرد. آره، به ما اعتماد کرد، به چند نفر از ما اعتماد کرد که خودمون حرف بزنیم. و من فکر میکنم که خودم یه موقعهای امام علی رو میبینم، تصور این که یک صدای دیگری مثلا برای این میبود یه مقدار برام سخته. داستان علی آزاد چیه؟ یک دروغ بزرگ. بیشتر بازش کنید از ابتدا. چقدر خوب شد این سوالو کردی. خدا رو شکر. چون من همیشه تا اونجایی که میتونستم این توضیح رو برای کسایی که گذاشتن دادم. مرحوم علی آزاد سالهای سال بود کار نکرده بود و وقتی که اومد بندر عباس با من هم اتاق شد. بنابراین هیچ کس موثق‌تر از من نمیتونه باشه. گفت که اونجا هم به من گفتن که میری اونجا برو سراغ اصغر همت. تازه نوه‌دار شده بود، خیلی خوشحال بود. یعنی خوشحالیش صد چندان شده بود که داشت بازی هم میکرد. یک بازیگر یه روز خوب تئاتر، حتی در سینمای ما نقشایی که بازی میکرد. روزی که میخواست بره جلوی دوربین، اتفاقا من کار نداشتم، با همین جین و این چیزا رفتم اونجا. خب آره، براشفته بود، میخواست بره توی در واقع مکانی که چادری که برای حضرت علی بود و ملتهب بود. حتی به من دقیقاً این کلمه رو گفت، این جمله رو، یعنی گفت، گفت من روسیا هم، چطوری الان برم؟ یعنی یه باور عجیبی بهش چیز شده بود و چند بار بله این قضیه رو تکرار کرد و نمیتونست و بالاخره رفت و سکانس رو گرفت تموش. میگن رفت اون تو، جنازه‌اش اومد بیرون. نه آقا، ما برگشتیم تهران، دیگه هم برنگشتیم بندر عباس. یک دوشنبه‌ای بود، ما با هم قرار گذاشتیم، با هم رفتیم تلفیل. اون موقع میگفتن تلفیل. رفتیم تلفیل تو خیابون حسابی، اون کوچه حسابی، شمرون اون پشت مشتا هست، دکتر حسابی. رفتیم چکمون رو هم گرفتیم. اومدیم و خداحافظی کردیم. حالا دقیق نمیدونم، این دوشنبه‌ای بود. حتی تو ذهنم این هست که یک دوشنبه بود. ما رفتیم تلفیم و چکمون رو گرفتیم. نمیدونم فرداش یا چند روز بعدش خبر رسید که آقای علی آزاد متاسفانه سکته مغزی کردن و خب دیگه از دستشون دادیم. روحشون شاد باشه. من میگم که همون اشکی که اونجا به چشماش اومد، اشکی که از چشمش جاری شد، حتما بارشو سبک کرد و رفت. اما این یک دروغ بزرگه که اون رفت و اونجا برنگشت. از آثاری که دیدید یا خودتون توش حضور داشتید، زحمت کشیدید، فیلم، تئاتر یا هر چی، چه دیالوگی ماندگار همچنان در ذهن شما باقی مانده؟ چه دیالوگی از چه اثری؟ توی خب تئاتر رو بخوام بگم، یک بحر طویل خیلی طولانیه. بگید. نه اون رو حالا، اما کوتاه که بخوام بگم، در فیلم در مسیر تندباد، کار دوست عزیزم مسعود جعفری جوزانی. بله. آره، یه جا تو قصه پدر و داماد رو دارن میبرن تبعید، ببرن تبعیدگاه. ما توی فکر میکنم باغ عفیف‌آباد شیراز بود. یک سکانس داریم که مرحوم عطاءالله زاهد و مجید مظفری پدر و داماد ما رو بازی میکردن. اینا رو دارن میبرن. من با مادرم که مرحوم شهلا ریاهی، با خانم شهلا ریاهی بازی میکرد. خدا بیامرز. نه، ناراحته و بر میگردم این جمله رو بهش میگم. میگم برو خدا رو شکر کن که تو این مملکت
همه چیزو میشه با پول خرید و الا الان سر هر دوتاشون بالای دار بود، چون این آدم متنفذیه. نقشی که من بازی میکردم، برادر وسطیه، سر و سر داره، اسلحه قاچاق میکنه و از این چیزها و اینها، و از این جمله معلوم میشه که رفته دم مسئولین رو دیده و داره این جمله رو میگه. گریه نکن خاله قدم خیر، خدا رو شکر کن که تو این مملکت همه چی رو میشه با پول خرید و الا الان سر هر دوتاشون بالای دار بود. یکی دیگر از آثار خاطره انگیزی که شما هم توش حدس میزنم. حدس میزنیم؟ آره. بفهم. فکر میکنم آژانس دوستی باشه. کاملا درست فکر میکنیم. بریم ببینیم، کیف کنیم. آخه. بله. یادش بخیر. بله بله. این هم آژانس دوستی. آقای شفیعی جم در یک کار کاملا متفاوت. بله. آره. عجب کاری بود، عجب کار خاطر انگیز و دوست داشتنی. بله بله بله. ارتباط صمیمی و خوبی. آره، وقتی که صحبت شد، من به، حالا میدونید همه به آقای جوزانی میگن عموجان، اصلا معروفه به عموجان. معروفن به عموجان. بله. عموجان سینما. حالا ارتباط من البته نزدیکتره، برای من همیشه مسعود جانه. مسعود جان، من معمولا این کارا رو نکردم، کارهایی مثلا سریالی اینجوری و این حرفا. گفت 13 قسمت هست، این 13 قسمت رو بخون، هر کدومشو که دوست داشتی. بعد من خوندم، یک قصه دو قسمته حمید جبلی عزیز نوشته بود به اسم همین جواهر، و من از این داستان خوشم اومد. ماجرای یه توتی هست و اینا، حالا گل کرد تو اون 13 قسمت اول، اتفاقا اینم گل کرد و این رو انتخاب کردم و دور اون 13 قسمت اول کار کردم، اما در 52 قسمت بعدی کمتر حضور داشتم، حالا هم به خاطر یه سری مسائل و اینکه وقت چیز نمی کردم که حالا تو همه اون قسمت‌هایی که برای احمد گودرزی و خانومش که حالا یاد کنیم، از خانم سیما تیرانداز که نقش مقابل رو بازی می‌کرد، و توی این کارم که خانم نیکو خردمند دورانی داشتیم دیگه، سلاحمندم کارگردانی کردن. آه، یک ملودی، یک آواز، که هنوز زمزمه می‌کنید از قدیم به خاطر دارید؟ چیزو پخش کردین، بازی‌های سنتی رو، فکر می‌کنم که یک چیزی از اون تو ذهنم هست. واقعاً؟ اگر آره که خیلی قدیمیه. نه، همه‌شو حفظم، الان هم همه رو حفظم. خب چه بهتر، بخونید. دودوی سوت قطار برایش در انتظار، میماندیم کنار راه، میگذشت آن مار سیاه، دهانش آتشین بود، نفسهایش پر از دود. چه قشنگ. آره این بود. آفرین، چقدر قشنگ. یه دست بزنیم همه. خب آره، اینو آقای کیانی نژاد به من میگفت که وقتی میخواستم بخونم، میگفت نه اینجا ضد ضربه، یه جایش هست که میگه که دودوی سوت قطار میگذشت آن مار سیاه. بعد میگفتم که ببین، من که این چیزا حالیم نیست، من گوشیم، برام بخون. این باعث شد که اصلا بخونه اینا رو. آره. بعد میگفت اینجا که میگه میگذشت آن مار سیاه، میگفت اینجا این با... من مثلا میگفتم میگذشت آن مار سیاه، مثلا میگفت
این باید ضد ضرب بخونی. سر ضرب نباید بخونی. آره سر ضرب نباید بخونی. باید و در این حال آن ریتم هم نشین. آره دیگه. بعد من میگفتم که ببین آره من تو اینو برای من بخون، من گوشی بدونم که چیه، چون موسیقی رو خب سولفج مثلا کار کرده بودیم دانشکده، ولی دیگه این رو تجربه آوازی، تجربه خواندن نداشتم که حالا دیگه بدونم ضرب چیه، ضد ضرب چیه، ضد ضرب چیه، میدونید چجوری برگزار اینو نمیدونستم. آره نظرتون در مورد مرگ چیه؟ مرگ من روزی فرا خواهد رسید، روزی از این تلخ و شیرین روزها، روز سردی همچو روزان دگر. مرگ پایان کبوتر نیست. الان کار سختی در پیش دارید، چون ازتون میخوام که یک جمله طلایی هم از کوله بار تجربتون به ما هدیه بدید. آقای علی مردانی عزیز، ما در هر حال مجبوریم که زندگی کنیم، صبور باشیم. به خدا در اوج سادگی طلایی. کتابی در دست منه، قطور. آها. از ابتدای زندگی شما تا انتهاش نوشته شده، زندگی نامه جناب آقای اصغر همت، هنرمند خوب ایران زمینه. عنوان نداره هنوز، اسم این کتاب باید صاحبش بذاره. نام کتاب زندگیتون رو چی میذارید؟ محبت. قشنگ به این چهره میاد، به این لبخند میاد، به این دل مهربون میاد. محبت، سرشار از عشق و محبت باشید. باعث افتخارم بود که مقابلتون نشستم، از تجربیاتتون استفاده کردم، هم کلامی داشتیم، لذت بردم. به رسم یاد بود در چرتک بوستانی درست کردیم که توش درخت سرو میکاریم. قطعا یک درخت سرو به نام شما خواهیم کاشت، اسم شما پلاک میشه روی این درخت. برگ سبزیست تحفه چلتیکه تقدیم شما، نام و یاد شما که در قلب و خاطر ما همیشه هست. میدونید که سرف پشت قباله همه ما شیرازی هاست. به به، چه بهتر. آره چه با مسماتر. درخت نارنج رو باز شریک داریم، ولی سرف رو هیچ شریکی تو دنیا نداریم. نارنج رو دوست داشتم گفتید، یا به قول خودمون نارنج. نارنج بله. قشنگ خوش آواز بله. نارنج. اگر برای حسن ختام بیت، شعری، غزلی از حافظ مایلید خودتون بخونید که باز با جان دل شنونده ایم. اگر خسته اید اذیتتون نکنه. آره نه خیلی هم خوبه دیگه. به 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 به. شیرازی و شعر و نام حافظ. شاید یک موقعی علت جذب من به این بیت، شعر حافظ بزرگ، کلمه همت بود، ولی بعداً وقتی یه خورده عقلم بیشتر سر جاش اومد یا سر جاش اومد، دیدم که تقریباً میتونم بگم که هیچ بیت شعر حافظ رو نمیتونم روی این شعر پذیرنده باشم. بفرمایید که چیست؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بعضی وقتا من یک تصرفی هم میکنم، میگم زهر چه رنگ تملق پذیرد آزاد است. اون تصرفتون هم دوست داشتنی بود. اصلا تصرفم ما اگه حافظ بود حتما این رو میگفت، تعلق نمیگفت، تملق رو میگفت. هیچ بعید نیست. درود در شما عزیزان بیننده، امیدوارم از این گفتگو لذت برده باشید، مثل من، مثل همکارانم. به اتفاق مهمان گرانقدرمون جناب آقای اصغر همت باهاتون خداحافظی میکنم و ازتون میخوام همچنان پشتیبان ما باشید تا چلتیکه دیگر. در پناه خدا باشید. یا حق. آقا بسیار سپاسگزارم. قربان شما. این دست که نمیشه ولی این کارو میشه کرد. ای جانم، ای جانم، عزیز دلی، مخلص شما. بفرمایید. مخلص.